اثر عقب‌گرد تورم به دوران احمدی نژاد، افزایش شدید هزینه‌های زندگی یکی دیگر از وعده‌های روحانی را برباد خواهد داد؟ عباس امیر انتظام قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران درگذشت. و در تمام 37 سال من یک بار بله در مقابل نظام موجود نگفتم، سرخم نکردم، تأیید نکردم. و خسته از جنگ و خشونت و ناآرامی، افغان‌ها زیر سایه طالبان دنبال آس دل می‌گردند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. در ایران تورم رو به افزایش است. شاخص قیمت‌ها در خرداد نسبت به ماه قبل بیش از 4% بالا رفت. این بیشترین افزایش قیمت‌ها از یک ماه به ماه دیگر در 5 سال اخیر است. شروع این روند را کاهش ارزش ریال کلید زد. رشد شدید نقدینگی هم از دیگر علت‌های اصلی آن عنوان شده. جزئیات بیشتر از امیر پایور. در ایران غول تورم باز از خواب بیدار شده و داره زندگی خیلی ها رو زیر پای خودش له میکنه. رشد روزانه قیمت ها رو خیلی به طور روزمره حس میکنن. حالا آمار هم خطر برگشت تورم رو تایید میکنه. به گزارش بانک مرکزی ایران، تورم 12 ماه منتهی به خرداد 9.4% بوده. تورم در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال هم 13.7% بوده. این همون تورم نقطه به نقطه است. ولی از همه مهمتر تورم در خرداد نسبت به ماه قبلش، یعنی اردیبهشته، که به 4.3% رسیده. این رقم خیلی بالاست و مهم برای اینکه نشون میده آهنگ رشد تورم چجوری داره پیش میره. وقتی در یک سال اخیر روند تغییر تورم ماهانه رو نگاه میکنیم، میتونیم ببینیم در خرداد چه اتفاقی افتاده. این نمودار تورم ماهانه از تیر 96 تا خرداد 97. تابستون پارسال قیمت‌ها رشد چندانی نداشته. آخر پاییز یعنی آذر تورم ماهانه به تقریبا 2% میرسه. بعد زمستون کمی پایین میاد و ناگهان در خرداد به شدت بالا میره و به همون 4.3% میرسه. طبق محاسبه بعضی اقتصاددان‌ها مثل آقای جواد صالحی اصفهانی، اگر این روند تورم ماهانه ادامه پیدا کنه، معناش میتونه تورم سالانه 67% باشه. البته همونطور که گفتم، اگر با همون روند ادامه پیدا کنه، این رشد ناگهانی شاخص قیمت مصرف کننده رو میشه نتیجه افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر دونست. قیمت خیلی از کالاهایی که وارد میشه طبیعتاً به خاطر قیمت دلار بالا رفته، با اون که خیلی ها هم دلار دولتی گرفته بودن. اما قیمت همه کالاهایی که در سبد تورم هستن لزوماً به دلار وابسته نیستن. رشد تورم رابطه مستقیمی با نقدینگی داره. حجم نقدینگی در ایران در سال 96 به رقم نجومی 1530 هزار میلیارد تومان رسید. این عدد اونقدر بزرگه توی خط جا نمیشد. این رقم نسبت به سال قبل از اون 22% رشد داشته. تا وقتی این نقدینگی در بانک ها قفله، شاید اثرش دیده نشه، ولی به محض اینکه وارد بازار میشه نتیجهش تورمه. نقدینگی در سالهای اخیر هم رشد قابل توجهی داشت، ولی بیشتر حبس بود. ولی بعد از بحران ارزی بیرون زد و بین بازارهای مختلف سرگردان شد. کنترل تورم یکی از دستاوردهای بزرگ دولت حسن روحانی محسوب میشد. ولی با روند کنونی در پایان 4 سال دوم، آقای روحانی شاید نتونه دیگه به رقم پایین تورم افتخار کنه. قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی لقب گرفته بود. عباس امیر انتظام معاون اولین نخست وزیر ایران بعد از انقلاب بود، اما بعد از گروگانگیری در سفارت آمریکا به جرم جاسوسی به حبس ابد محکوم شد. اتهامی که حتی مخالفانش بعدها گفتند بی اساس بوده. در سالهای اخیر به دلیل بیماری به مرخصی می آمد تا اینکه در 86 سالگی درگذشت. کسرا ناجی از عباس امیر انتظام می گوید. عباس امیر انتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران بود بعد از انقلاب. به گفته بعضی ها یک شخصیت بزرگ اخلاقی، یک معلم ایستادگی.
خیلی ها به او لقب نلسون مندلای ایران دادند. این شرایطی که در آن امیر انتظام مسئولیت معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت را قبول کرد. روز 22 بهمن 1357، روز پیروزی انقلابیون، یکی از اولین اقدامهای او اشغال دفتر نخست وزیری که امیر انتظام به دستور نخست وزیر دولت انقلابی مهدی بازرگان مسئول آن شد. این لحظات اول در قدرت بعد از فرار شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، او که انگلیسی هم بلد بود مسئول تماس با خبرنگاران، دیپلمات‌ها و سفرا شد، چیزی که بعدها بهانه‌ای به دست مخالفان و تندروها داد که نه او را قبول داشتند و نه دولت مهدی بازرگان را. اینجا او در پاسخ به سوال خبرنگار معروف بی بی سی جان سیمسون میگوید حامیان شاه اگر جرمی مرتکب نشده باشند آزادند و پاکسازی نخواهند شد. They are free to live in this country as long as they are not doing anything against the country. اما تندروهای طرفدار آیت الله خمینی برنامه دیگری داشتند. بعضی از اسنادی که از داخل سفارت پیدا شد نشان داد که سفیر آمریکا و بعضی از دیپلمات‌ها با دولت موقت و شخص امیر انتظام تماس‌های منظمی داشتند برای تبادل نظر درباره مواضع دو طرف و هماهنگی‌های لازم در آن شرایط بحرانی. مهدی بازرگان از معدود کسانی بود که در دادگاه انقلاب به ریاست محمدی گیلانی از امیر انتظام دفاع کرد، در مقابل اتهام‌هایی که امیر انتظام تا روز آخر هیچ کدام از آنها را نپذیرفت. حتی حاضر نشد بعد از 10 سال حبس با امضای تقاضای عفو از زندان آزاد شود. بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که و انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظام، ایشون اینجا آقای مهندس بازرگان، شما توجه داشته باشید که از خودتون باید رفع اتهام بفرمایید. اتهام هایی که بر اساس آن دادگاه انقلاب امیر انتظام را به حبس ابد محکوم کرد همه سیاسی و اغلب جناحی. شرکت در توطئه انحلال مجلس خبرگان، کمک به تفرقه انداختن میان مسلمانان و جدا کردن برادران فلسطینی از برادران لیبیایی، فراری دادن سران رژیم فاسد گذشته، ملاقات‌ها و تماس‌های سری و دادن اطلاعات و آگاهی‌ها به دشمنان انقلاب. به گفته دادگاه انقلاب مصادیق بارز مفسد، مستحق حبس ابد، رأی شرعی و قطعی دادگاه انقلاب. همین دیشب من رفتم آقای امیر انتظام رو دیدم. ما در حقش ظلم کرد. واقعا فکر کنم جاسوس آمریکاست و مثلا باید رسوا بشه و افشا بشه و فلان بشه. در یکی از آخرین مصاحبه‌هایش او از سالهای متمادی کوشش مسئولان زندان برای تأخیرش گفت. این کفشه؟ بله. با پتو درست شده؟ بله. شما میگه خودتون کفش نداشتی؟ کفش رو نمیدونم. کفش رو نمیدونم. ایشون چون ببخشید و بعدی برای 6-7 سال من پا به نمیرم رفتم اجازه حتی دمپایی که موقت خرید زندان رو. محکومیت امیر انتظام در واقع محکومیت دولت موقت بود، دولتی میانه رو که خواهان جلوگیری از تند روی ها در داخل و روابطی معقول با جهان خارج بود. دولتی که سیل انقلاب آن رو با خود برد. سیلی که مسیر تاریخ ایران رو با چرخشی شدید تغییر داد و ایران رو در راستای بحران گروگانگیری، جنگ، تحریم و انزوا گذاشت. داستان امیر انتظام داستان انقلاب تا امروز است. داستان آزادی که در حبس اسیر نشد. زندانی سمجی که حتی زندانبانان او را در مقطعی از زندان اخراج کردند. چی به دست آوردید به ازای این همه چیزهایی که از دست دادید؟ چیزی ضرر نکردم جز اینکه 36 سال عمر را در زندان صرف دفاع از حقیقت کردم. امیر انتظام اینجا با همسر دومش الهه در
در ایران 8 نفر به جرم همدستی با عاملان حمله های سال گذشته به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی اعدام شدند. 13 ماه پیش در حمله 5 نفر به این دو مکان 17 نفر جانشان را از دست دادند. 5 مهاجم هم کشته شدند. داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت، اما فعالان حقوق بشری روند محاکمه 8 نفری را که اعدام شدند ناعادلانه خواندند. جزئیات بیشتر از ژیار گل. اعدام 8 زندانی بدون اطلاع قبلی خانواده هایشان. زندانیانی که متهم شده بودند با عاملان حمله به مقبره آیت الله خمینی و مجلس ایران در سال گذشته همکاری کرده بودند. امروز پزشکی قانونی با خانواده اعدام شدگان برای تحویل اجساد تماس گرفته. پیش از اعدام زندانیان در بند 209 زندان اوین تهران نگهداری می شدند. اعدام شدگان سلیمان مظفری، اسماعیل صوفی، رحمان بهروزی و برادرش عثمان بهروزی، سید ماجد مرتضایی، سیروس عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی که همگی از کردهای سنی مناطق مرزی استان کرمانشاه هستند. سال گذشته 5 نفر به مقبره آیت الله خمینی و مجلس در تهران حمله کردند. 17 نفر در این حمله ها کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله را قبول کرد. این اولین حمله داعش در ایران بود که بسیاری را شوکه کرد. پس از این حمله مأموران امنیتی ایران 10 نفر از سلفی‌های کرد را در استان کرمانشاه دستگیر کردند. 23 نفر به دست داشتن در حمله تهران متهم شدند. در حمله به ساختمان مجلس دادگاهی آنان از اردیبهشت امسال در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی شروع شد. پس از 7 جلسه قاضی صلواتی برای 8 نفر از متهمان حکم صادر کرد. آنان به بغی یعنی شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی، عضویت در داعش و حمل و نگهداری سلاح به اعدام محکوم شدند. دادگاه 15 نفر دیگر از متهمان ادامه دارد. فعالان حقوق بشری از روند بازجویی، دادرسی و محاکمه این زندانیان انتقاد کرده و آن را ناعادلانه می‌خوانند. متهمان از داشتن وکیل تعیینی محروم شده بودند. آنان میگویند وکلای تسخیری به حکم صادر اعتراض نکرده بودند و تنها درخواست تخفیف مجازات داده بودند. گرچه دادسرا میگوید که وکلا تقاضای تجدید نظر کرده بودند و خرداد امسال شعبه 39 دیوان عالی کشور حکم اعدام این افراد را تایید کرده است. بسیاری از مردم ایران متهمان به قتل را مستحق اعدام میدانند، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر با هر گونه اعدام مخالفند. اعدام برای برخی به عنوان یک مجازات خیلی عادی و معمولی بهش نگاه میشه. ببینید، مهم اینه که مردم بدونند که اعدام به هر دلیلی برای هر جرمی یک مجازات غیر انسانی است. یعنی هیچ کس حقش اعدام نیست. دیدبان حقوق بشر ایران میگوید از اوایل امسال دست کم 125 زندانی در ایران اعدام شدند. ژیار گل، BBC. تا چند روز پیش بسیاری نام وحید مرادی را نشنیده بودند، هرچند در اینستاگرام حضوری قوی داشت، اما وقتی خبر کشته شدن او در زندان رجایی شهر کرج منتشر شد نامش سر زبان ها افتاد. وحید مرادی خود را لات با مرام و معرفت می خواند. دیگران او را زورگو و شرور. مرگش سوالات زیادی ایجاد کرده. بسیاری از وضعیت زندان ها انتقاد می کنند که چرا باید کسی بتواند آنجا قمه داشته باشد و چه کسی مسئول جان زندانیان است. از سوی دیگر چرا در چشم بعضی او یک قهرمان شده، اویی که زندگیش با جرم و خلافکاری عجین شده و نهایتا هم به جرم قتل بهترین دوستش در زندان بود. جزئیات بیشتر از باران عباسی. تصاویری مثل این از او در شبکه‌های اجتماعی زیاد است. همین باعث معروف شدنش شده بود. الهی دشمن وحید بمیره بلالا خیلی بلالا. بعضی او را با واژه خوبان ایران و لوتی می شناختند و دیگران می گفتند از گندلات ها، عرازل اوباش،
اشرار و جاهلان بوده. کسی که بارها وارد درگیری با اسلحه سرد شده بود و در جریان دستگیری تیر خورده بود. چند بار هم در آنچه طرح ارتقای امنیت اجتماعی خوانده میشد در شهر چرخانده شده بود. شغل من آزاد، کار حلال میکنم. یعنی چی؟ کار خلاف نمیکنم. یه توضیحی میدی؟ خدا رو شکر روزمون در میاد. میریم یا مثلا رفیقامون که مثلا نمایشگاه ماشین دارن میریم بالاخره اونجا میشینیم. دو تا مثلا دو نفر که به خیر ماشینی میفروشن یه خیری به ما میدن. حلالوار زندگی میکنیم. خلاف نمیکنیم. آخرین باری که دستگیر شد 2 ماه پیش بود. در خانه یکی از دوستانش به نام حسین با او درگیر شد و با ضربات چاقو دوستش را به قتل رساند. رفیقم بود. اون فوش ناموسی به من داد. مست بودیم. من مشروب خوردم. خیلی خوردم. فوش ناموس به من داد. منم درگیر شدیم. اونا زیاد بودن. من تک بودم. بعد دیگه خورد تو دستش خون روزی مروزی کرد. وحید مرادی باز به زندان افتاد. اما این بار بازگشتی در کار نبود. چند روز پیش در زندان رجایی شهر به دست چند زندانی دیگر کشته شد. معلوم نیست علت این حادثه چه بود. خبرگزاری ایسنا میگوید او در زندان قدرت نمایی میکرد و همین باعث اختلاف او با زندانیان دیگر و نهایتاً کشته شدنش شد. اما بعضی دیگر قتل او را سازمان یافته میداند. خبرگزاری هرانا میگوید وحید مرادی حاضر نشده بود با نهادهای حکومتی همکاری کند و همین منجر به مرگش شد. اما پیوند افراد موسوم به اراذل اوباش با حکومت چیست؟ چند سال پیش حسین همدانی از فرماندهان سپاه که در سوریه کشته شد گفته بود در جریان اعتراضات سال 88 بعضی از اراذل اوباش جذب نهادهای نظامی و امنیتی شده بودند. 5000 نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی کردیم و در منزلشان کنترل می‌کردیم. بعد اینها را عضو گردان کردم. بعداً این 3 گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی را که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم. بعضی از زندانیان سیاسی پیشین هم میگویند زندانبان‌ها از اراذل اوباش برای سرکوب سایر زندانیان استفاده می‌کنند. با مرگ وحید مرادی طرفداران از شبکه‌های اجتماعی را پر کردند از عکس‌های او و پیام‌های تسلیت. فارغ از اینکه او که بود و آیا مهره نهادهای امنیتی بود یا نه، چنین واکنش‌های ذهن‌ها را بار دیگر متوجه این بخش از جامعه کرده. این سوال که نقش این قشر در ایران امروز چیست؟ چه رابطه ای با حاکمیت دارد و چرا در نگاه بعضی اسطوره است؟ باران عباسی، بی بی سی. سایه برگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران حالا بر سر بازار ارز افغانستان هم افتاده. بر اساس گزارش‌ها میلیون‌ها دلار در روز از کابل و ولایت‌های غربی افغانستان به ایران قاچاق می‌شود. بانک مرکزی این کشور می‌گوید قاچاق دلار باعث شده ارزش افغانی به صورت بی‌سابقه‌ای افت کند. جزئیات بیشتر از تاج‌الدین سروش از کابل. سرای شاهزاده، بزرگترین مرکز تبادله ارز افغانستان. تأثیر خروج آمریکا از برجام اینجا هم محسوس است. کاهش بی سابقه ارزش تومان تقاضا برای دلار را در ایران بالا برده. حالا بخشی از نیازمندی بازار ارز ایران از اینجا تأمین می شود. این چرخش حتی بر ارزش واحد پول افغانستان هم سایه افکنده. تلاش بانک مرکزی افغانستان برای کنترل ارزش پول افغانی با عرضه هفتواره 5 میلیون دلار و 15 میلیون یورو نتوانسته قیمت افغانی را ثابت نگه دارد. حالا 1 دلار نزدیک به 74 افغانی با فروش می رسد. تغییراتی که در بخش از کشورهای همسایه ما آمده که در اونجا نیاز به اسعار خارجی بیشتر میشه و قاچاق برا
تلاش میکنه که امریکا که هر چیز قاچاق میکنن اسعار هم قاچاق کنن و قاچاق اسعار که معلوماتش بر ما هم میرسه سبب از این میشه که تقاضا بر اسعار در مارکت بالا بره. معاملات در افغانستان بیشتر با پول نقد انجام میشود. بانک مرکزی کنترل ضعیفی بر فعالیت صرافان دارد. این بزرگترین بازار ارز افغانستان است. در اینجا روزانه بیشتر از 10 میلیون دلار آمریکایی خرید و فروش میشه که بیشتر معاملات با روپیه پاکستانی، تومان ایرانی، دلار آمریکایی و یورو انجام میشه. راه دیگر انتقال دلار به ایران مسافرت گسترده شهروندان افغانستان به ایران است. رفت و آمدی که کنترل برای انتقال غیر قانونی پول را برای دولت بسیار مشکل کرده. روزی هزاران نفر یا کنیم 2000 نفر از مرز افغانستان خارج داخل مرز ایران میشه. دست کم اگر 100 نفر 10000 دلار خود خوبه 1 میلیون دلار میشه. ولایت های غربی نیمروز، فراه و هرات افغانستان را با ایران وصل می کند. تعداد زیادی از افغان ها از طریق همین مرزها دلارهایشان را به ایران می برند. در مقابل سوخت و دیگر کالاهای تجارتی به افغانستان می آورند. برگشت تحریم های آمریکا ممکن است بر تجارت حدود 2.5 میلیارد دلاری کابل و تهران اثر بگذارد، اما قاچاق دلار را متوقف نکند. تاجدین سروش، بی بی سی کابل. مردم در ولایت هلمند افغانستان خسته از سالها جنگ و خشونت، چند ساعتی هم که شده تلاش میکنند دور هم جمع شوند و تفریحی کنند. هر جمعه شب بساط ورق بازی به راه است، آن هم در ولایتی که طالبان در آن حضور قوی دارد. خبرنگارمان شعیب شریفی سری زده به یکی از این مجالس شبانه در شهر لشکرگاه. چای سبز، نوشابه تبخوشی و دلگرمی هلمندیان. اینجا از شام تا سحر پیاله و پر دست به دست می شود. هر جمعه شب خرد و بزرگ لشکرگاه به یکی از این کنونهای خودمانی تفریحی می آیند. با قصه های شیرین و چای داغ و بازی پرهیجان پر، دلهره جنگ پیرامونشان را لحظه ای از خاطر دور می کنند. ما تا آن وقت ها تا صبح اینجا می ایستیم. شب تا صبح باید بیدار باشیم. چای سبز خوب است، خواب را از آدم دور می کند. شاید حدود 2000 نفر پیر و جوان همین امشب در گرد و گوشه لشکرگاه در چنین شب نشینی گرد هم آمده باشند. نه میکده است و نه قمارخانه. پربازی تنها بهانه برای گرد آمدن است. جوک های محلی و طنز های خنددار حال و هوای شب را می سازد. خنده های باحال گاه هم به جنجال های پرقیل و قال بدل می شود. شب نشینان لشکرگاه از این بگو مگوها نیز لذت می برند. آنچه که سر همه را گرم کرده بازی 52 است. نوع از پربازی که در ولایات جنوب غربی افغانستان بسیار معروف است. این هلمندی ها تنها برای معلوم کردن پیروز میدان شب تا سحر پر به زمین می کوبند. کیفش در باخت و برد است. همین که کسی می بازد همه با او می خندند. حس بردن لذت خاصی در اینجا دارد. این به نحو یک زور آزمایی است. شب نشینی های این چونین در زمان حکومت طالبان منع بود. اکنون یک بار دیگر طالبان به دروازه های شهر نزدیک شدند. اما به نظر نمی رسد که چای و جای این باشندگان سرسخت هلمندی به آسانی سرد شود. طالبان 10 سال پیش منطقه ما را تصرف کردند و ما به لشکرگاه پناه آوردیم. اگر خدای ناکرده لشکرگاه را گرفتند، هر جای دیگری که مثل اینجا امن باشد و مردمان همتب را بیابم همانجا خواهم رفت. این آدم خو کم جرأت است. هر کسی که قدرت را در دست بگیرد تابع او می شود.
حال فهمیدی که مرد میدان در بین ما دو نفر کیست؟ کم جرات خوش شما هستین که وطن را رها کرده و فرار کردین. گوش کن آدم، من اصلا مشکل با طالبان ندارم، ولی این که میگوین پربازی نکنید، این نکنید و آن نکنید، سر آدم خوش نمیخورد. طالبان راست میگه، چرا یک چیز را که بلد نیستی بازی میکنید؟ شعیب شریفی، بی بی سی، شهر لشکرگاه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.